خب بدیم در دوم که چیزی هم قشنگ تو یخچال نیست. آده جان یخچال ما خالیه، یه چیزایی اگر تونستی بخر اگر این ویدیو رو دیدی. طبقه های یخچال رو بردم داخل همون، حسابی شستم، دیگه مونده خود یخچال. ماما یاد گرفتم، ماما حبوباتی که حالا خیلی استفاده نمی کنم میذاره داخل یخچال. میدونم اینا بیرون از یخچال بره، باید دوباره دهنتو تمیز کنم. باشه بچه خوبی، باشه باشه. الهی من برات بمیدم. بچه ها عادل اومد. عادل سلام نمی کنی به دوستام، درسته تو رو نمیبینن. سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید من آشپزخونه رو مرتب کردم، یعنی خیلی از کارهای آشپزخونه رو انجام دادم. دیگه لحظه 90 باز یه گردگیری هم انجام میدم، مونده یخچالمون که میخواستم کم کم وسایلاش حالا استفاده بشه، مصرف بشه، دیگه یخچال خالی تر باشه، برام تمیز کردنش هم راحت تره. امروز گفتم وقت بذارم یخچال رو تمیز کنم. دیگه به عادل گفتم مرغ بگیره، اصلا داخل یخچال نداشتیم، مرغ گرفته و منم از شستن مرغ واقعا بدم میاد، یعنی فکر کنم خیلی بدشون میاد. من بوی مرغ همیشه هم گفتم، بازم میگم، مامانم میگه خوردنش خوب میتونی ولی نمیتونی بشوریش، خیلی از بوش بدم میاد. حالا به عادل گفتم این سری بسته‌بندی میگرفتیم، بهش گفتم اینجوری مرغ بگیره و خوشبختانه زیاد گیره. چیزایی که تو خونه زیاد خریده میشه مثل مرغ و گوشت و ماهی من اصلا ناراحت نمیشم، واقعا خوشحالم میشم. چون خیلی وقتا میبینی یهو سرزده مهمون میاد، یا حالا مثلا یهو یه برنامه‌ای پیش میاد که من وقت ندارم برم خرید کنم، چون اکثر خریدهای خونه رو خودم انجام میدم. حالا تو ویدیوهای قبلی که گذاشتم خیلی ها اومدن انتقاد کردن. بچه ها من خوشحال میشم شما میایین کامنت میذارین، مشخصه که ویدیو رو دارید نگاه میکنید، نظر شخصی خودتون رو میگید. به هر حال شما یه قسمت های از زندگی منو میبینید و نسبت به همون صحنه شما میاید عکس العمل نشون میدید. من اون روز که در مورد خرید باقالی و هویج و اینا که اومدم شکایت کردم و ناراحت بودم و دست عاده، خیلی ها اومدن به من گفتن که ستاره جون نمیدونم قدر میشناسی، نمیدونم عادل همسر خوبیه. بچه من نگفتم عادل بده، عادل خیلی خوبه، خیلی مهربونه، خیلی کارا انجام میده، هزار ماشاءالله هنرمنده. و من واقعا تو هر زمینه ای تو خونه حالا مشکلی پیش بیاد واقعا رو عادل حساب میکنم، چون واقعا از پس کارامون برمیاییم دوتایی. ولی خب یه وقتایی همه آدم ها اینجوری هم، یه وقت عیب و نقصایی هم دارن دیگه، هیچ آدمی که بدون عیب و نقص نمیشه. من خودم هم عیب و نقص دارم و بارها گفتم و بازم میگم قرار نیست همه اخلاقای من خوب باشه. حالا خیلی از شما به من لطف داری، ولی خب در واقعیت همه ماها یه عیب و ایرادایی داریم دیگه. ممنون میشم خودتون الان که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید تا من به کارام میرسم، شما خودتون بگید کدوم اخلاقتون از نظر خودتون، اصلا کار ندارم بقیه چه نظری دارن، خودتون بشینید فکر کنید کدوم اخلاقتون از همه بدتره و کدوم اخلاقتون از همه بهتره. یعنی فکر میکنید این اخلاقتون خیلی عالیه یا خیلی ها در مورد همین اخلاق خوبتون بهتون گوش زد کرده. من حالا از نظر خودم میگم یه اخلاق عادل که خیلی خوبه همین دست و دلبازیشه، یعنی آدم خسیسی نیست، پول براش مطرح نیست، خیلی چیزا میخره، ولی در این حال همین قضیه یه جاهایی باعث میشه که به مشکل بر بخوریم که پول براش مطرح نیست، در حالی که برای همون پول داره ساعت‌های زیادی زحمت میکشه، به خودش فشار میاره و قراره که اونجا براش مهم باشه ولی بازم مهم نیست. این اخلاق خوبه عادل، البته دست و دل بازه. یه اخلاق بعدش هم اینه که خیلی سریع عصبانی میشه و واکنش نشون میده و منم دقیقا همینطوری بودم، یعنی خیلی سریع عصبانی میشدم، خیلی رفتارهای بدی انجام میدادم، ولی به مرور زمان این اخلاقا تو زندگیمون بهتر شد. الان خیلی صبورترم، یعنی احساس خودم اگه بتونه ویدیو رو میبینه بیاد بنویسه که واقعا نظرش چیه، نظر واقعیشو هم بنویسه. من فکر می‌کنم الان خیلی صبورتر شدم نسبت به حالا 5 سال پیش.
و اینکه حالا اخلاق خود من اخلاق خوبم اینه که دوست دارم مهربون باشم. خیلی خوبه آدم دلش بخواد مهربون باشه، دوست دارم آدم مهربونی باشم، ولی اخلاق بدم اینه که خیلی تندم، خیلی سریع عکس العمل نشون میدم و خیلی سریع عصبانی میشم. ولی تو زندگی مشترک با عادل این قضیه رو فکر میکنم الان خیلی بهتر شده. حالا شما هم نظرات خودتون رو بگید. بعد هیچ دیگه خیلی گفتم آره لیاقت نداری، مثلا یه چیز توی این مایه ها، حالا دقیقا جملهشون یادم نیست، لیاقت نداری، شوهرت خرید میکنه و فلان. بابا جان لیاقت دارم، تشکر میکنم. خیلی وقتا مشکلم اینه که عادل اگر یه زمانی بخوام که چیزی بخره، خریدش خرید مناسبی همیشه نیست. این مشکل ماست تو این شرایط و همیشه هم سعی میکنم خریدای خونه با من باشه، چون خودم میدونم چه مقدار چقدر بخرم. ولی اگر در مورد مرغ و گوشت و ماهی و یه سری چیزای اینجوری که مثلا در آخر میدونم بستگی به اون مهمون داره، امکان داره یهو یه مهمونی بیاد، یا امکان داره یه غذایی بخوام درست کنم کسی حواس کرده مثلا براش ببرم، یا حالا هر چیزی تو این جور مواقع، من اتفاقا اصلا ناراحت نمیشم عادل خرید زیاد کنه تو این جور مواقع. ولی بعضی چیزا که بهش میگم مثلا فلان قد بگیری بیشتر میگیره، نمیدونم، خب ناراحتم میکنه دیگه. حالا از نظر من که طبیعیه آدم ناراحت باشه. خب سرتون رو به درد آوردم، من اینو میشورم. بعد میخواستم یه چیزی بهتون نشون بدم، اینو بشورم، دستم خالی شه، بعد بریم نشونتون بدم که چی شده. با هر سختی که بود مرغا رو شستم تا آبش کشیده بشه که بتونم بسته بندیش کنم. سینکو با سفید کننده میشورم. حالا نمیدونم شما چی کار میکنین، ولی میگن کلن بعد از اینکه مرغ و داخل سینک میشورید حتما باید قشنگ با مایه سفید کننده، حالا ضد عفونی کننده، قشنگ تمیزش کنید. من دو دور قشنگ شستمش. یعنی یک نفر نیومد بهم بگه ستاره جون این سبزه ای که کاشتی چی شد. بچه ها اینم از سبزه عیدمون. با امروز حدوداً 10 روزه که گذشته و کم کم دیگه این هسته ها دارن رشد میکنن. ببینید جوونه زدن، چه کوچولو موچولو هن اینجا اینجا و یه دونه اینجا بود. من هر روز میمدم بهش سر میزدم. روزایی که احساس کردم سطح خاک دیگه داره خشک میشه، آب اسپری کردم و آب و هوا هم این چند روز خیلی چون رطوبت داشت خیلی گرمم نبود. فکر کنم گرما هم تاثیر خیلی خوبی داره تو رشد این هسته ها. دیگه بعد از این سلفون رو بر میدارم و مثل هر روز سر میزنم، اگر سطح خاک خشک بود آب اسپری میکنم. امیدوارم که تا عید همشون در بیان و سبز بشن. خیلی خوشگله. بچه اگر این ویدیو رو میبینید فکر کنم از همین امروز هم بخواین اقدام کنید بازم خوبه، ولی دیگه دیرتر بخواین شروع کنید برای عید سبزه اونجوری پر پشت و خوبی نخواهید داشت. خب بچه حالا وقت تمیز کردن یخچاله. من یخچالو همیشه با الکل تمیز میکنم، داخلش و دیواره هاش و پارچه تمیز. طبقه هارم که کلن جدا میکنم و همه رو میشورم. قبل از این که بخواین شروع به کار بکنید حتما باید دو شاخش رو از برق بکشین و بعد با خیال راحت شروع کنید به تمیز کردن. من الان دو شاخه اینو میکشم. و بعد شروع میکنم. جزو کارهایی که به نظر من یکم زمان بر و باعث میشه که آدم بی‌حوصله بشه، چون خیلی وقت آدمو میگیره دیگه. من حالا سبزی که نه کرفس گرفته بودم برای خورش، فعلا
درستش نکردم. وقتی برقش رو کشیدی تا جایی که میتونید همه کاراتون رو انجام بدین، بعد که برقش رو دوشاخش رو زدید به بر، دیگه تا چند ساعت درش رو باز نکنید. من حالا فریزرم میخوام تمیز کنم. بعد اینجوری متاسفانه چون خیلی خونمون کوچیکه و یخچال خیلی بد مونده، این درش تا آخر باز نمیشه. خب من مجبورم اینو یکم بکشم جلو که بتونم همه این طبقه ها رو در بیارم. اینجوری اینا رو قشنگ میشورم و خوش میکنم. دیگه حسین ندارم اونجوری دستمال بکشم. ولی دیوارا رو کلا الکل میزنم. حالا شما نمیدونم چه جوری تمیز میکنی. یه کار دیگه هم میتونید بکنید با محلول سرکه و جوش شیرین یا لیمو ترش. حالا لیمو ترش نمیدونم اذیت میکنه اینو یا نه، ولی جوش شیرین و سرکه و آب با اینا میتونید تمیز کنید. حالا خوب شد مسائل یخچال یکم کم شده، برام راحت تر تمیز کردنش. بچه ها من سالی یه بار این یخچال رو جا به جا میکنم، چون میگن زود به زود تکونش ندید خراب میشه، حتما هم باید دو شاخش از برق بیرون باشه. چون میخواستم داخلش رو تمیز کنم، گفتم اول پایین رو تمیز کنم بعد اینو بذارم سر جاش که ساکن باشه، بعد دیگه بسالای داخلش رو حالا هم میشورم و هم با الکل میخوام تمیز کنم. فقط بیایم ببینیم چقدر کثیف شد. واقعا نیاز به یه تمیزی اساسی داره. ببینید قشنگ خاک گرفته این سمت. متوجه نبودم که اینجا هم ما شیر آب داریم. فکر کنم برای ماشین ظرفشوییه. خیلی دلم میخواد داشته باشم جدیدم. واقعا احساس میکنم دستم داره اذیت میشه. به یه ماشین ظرفشویی احتیاج دارم. مشکلی که من دارم، البته اینو از ماما یاد گرفتم، ماما حبوباتی که حالا خیلی استفاده نمی کنم میذاره داخل یخچال. میدونم اینا بیرون از یخچال هم میمونه، مثلا ما که تون تون داریم غذا درست میکنیم، اینا رو میذارم اینجا. این کشو همیشه پره و از این قضیه اصلا خوشم نمیاد. دوست دارم که اینجا رو خلوت کنم. اینا میدونم باید بیرون از یخچال باشه. نمیدونم چرا اینجا میذارم. بعد یه چیزی هم که هست، دارم از این بانک های شیشه ای میخواد. خیلی دوست دارم کلی از اون بانک ها داشته باشم که اینا رو همه رو بذارم داخل بانک.
ولی خیلی گرون. یه حرکت انتحاری باید اینا رو همه رو از اینجا خارج کنه. اینم خالی کردم چون خیلی اینا بزرگن، میخوام ببرم داخل حموم بشورم، اینجوری خیلی سخت هم میشه تو سین. بعد اینجا رو با پاکش کنم دیگه قشنگ. اینا رو خالی کنم که بتونم همش رو بشورم. هم یه تیکه هست. به دیگه خراب شد. همه این تیکه ها شده میشه قشنگ میتونید با خیال راحت بشوید. طبقه‌های یخچال رو بردم داخل همون حسابی شستم، دیگه مونده خود یخچال. داخل همون بودم نشیدم صدای زنگو. مریم اومد. سلام بچه‌ها خوبین؟ الان داره ویدیو میگیره. بعد اصلا یادم نبود که امروز فندق نوبت دکتر داره، باید برم آمپول بزنه. یه سری اینو سرسامون بدم بعد برم. قشنگ این خوبیش اینه که طبقه‌هاش همه قابل شستشوه. دیگه میمونه این دیواره‌ها که خودتون باید قشنگ ترتمیز. صدا اینا چجوری در آوردی؟ همه‌شون در میاد. قشنگ ترتمیز اینجوری با الکل من دارم ضد عفونی می‌کنم. ولی اگه کسی اگه یه راه دیگه‌ای داره برای تمیزکاری، مایه دیگه‌ای فکر می‌کنید بهتره بهم بگید. هم خودم استفاده کنم هم بقیه دوستان که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، کامنت میخونن، حداقل استفاده کنن. این طبقاشو خوش کنم. اول من همیشه چون اونجوری دیگه بس سردرگم میشم. واقعا یخچال یه چیز فوق العاده زمان بره. اصلا نمیشه تو چند ساعت تمیزش کرد. چون به هر حال اگر میخواین تمیز کنید حسابی که باید اینجوری اصولی تمیز کنید. همه چیزشو در بیارید. همه جاشو قشنگ مرتب کنید. و به خاطر همون من اول این قسمت رو تمیز میکنم خیالم راحت بشه، بعد میرم سمت فریزر. حالا فریزر خیلی اونجوری چون خیلی پر نیست، خیلی هم حالا کار نداره. یه سری مثل همین طبقه داره و قشنگ باید بچینمشون دیگه. خاصی این وقت خیلی زیاد ندارم.
خسته نباشید. واقعا یخچال حالا خوبه، هر دفعه من تمیز میکنم، اونجوری نیست که خیلی مثلا چیز باشه بذارم مدت زمان طولانی، ولی بازم خلاصه یخچال دیگه هی مواد غذایی میاد و یه وقتا میبینی خرید میکنی حوصله نداری وسایل رو بشوری، همونجوری با پلاستیک میذاری برخال کثیف میشه. ولی به نظر من کار فوق العاده سختیه، من از یخچال تمیز کردن اصلا خوشم نمیاد، خونه خودمون ازش فراری بودم. حالا دیگه خوشت بیاد نیاد همینه که هست، از کارهایی که باید انجام بدی. دومی جان من این برم دیگه اینا رو بچه مادر دوم. مادر جان شما دیگه کم کم باید بلند شو بیدار شی. اینا رو بچه شستم، پایه رو گذاشتم پایین، دونه دونه اینا رو قشنگ خشکش کنم بعد بذارم. خیلی ماشاءالله چیز قسمت شستشو زیاده، خیلی زیاده. اینجوری قرار بود پاکش کنم برام سخت‌تر بود، به نظر من شستم بهتر و راحت‌تره. کارش رو کردی یا اینا به نظر من در اومده سخته؟ ولی نه بابا همشون اینجوری چیز داره دیگه، حریفن حریف یا دوستم دیگه، آدم یا تمیز نمی کنه یا تمیز می کنه دیگه، درست درمون تمیز می کنه که عشان کیف کنه. یه سالی یه بار آدم با یخچال اینجوری قشنگ در بیاره بشوره همه چیزشو. ولی من میشه گفت هر چند وقت یه بار، دروغ چرا اونجوری خیلی سریع هم نه، ولی هر چند وقت یک بار تمیز می کنم. حالا شده دو هفته، شده ماهی یه بار، قشنگ سر و سامون می دم وسایلاشو، خوشم بیاد همیشه مرتب باشه. و دوست دارم نه اینکه یخچال خالی باشه، دوست دارم مفید وسیله داخلش باشه، اونجوری خیلی وسیله هم پر پر بدم میاد، یه جوریه آدم سردرگم میشه داخل یخچال. تمیز شد بسه روز اولش بشه. میگن که بیرون یخچال های سفید و اینجاست دیگه، میگن بیرون یخچال های سفید یعنی نه یخچال کلن لوازم خونگی سفید رو نباید با چند منظوره تمیز کنی، چون لک میوده زرد میشه. من هیچ وقت این کار رو نمی کنم، ولی کلن وسایل های سفید به مرور زرد میشن اصلا. حالا دیگه خیلی چیزیست. آره ستاره، مخصوصا خب اینا اون قسمت آبریزش هستا. آره من بگر نیست نمیشم بگم اینو بکنم جا به جا گذاشتم، این برای بگم این برای بالا خیلی درست نظری اصلا در بسته نمیشه. آره درست، خب این از این، این از این، حالا بریم بچینی بشه. من همیشه ترشیجات رو یه پارچه هم بردارم برای تمیز کردن اینا، ترشیجات رو میذارم طبقه پایین، چون خیلی مثلا حالا البته اون چیزایی که همیشه مصرف ندارم و منظورم میذارم اونجا دیگه. مرباجات رو که رو در اول میذارم که راحت‌تر دسترسی داشته باشم، کلی یخچال درش رو باز و بسته نکنم. این از مرباجات دیگه، کر و اینا چون مصرف زیاد داریم اونا هم دم دست میذارم دیگه. اصلا کلا همه یخچالو بکنم تو در این اولش یا در باز میکنی این سمت جای مربا و کر و نوشیز هست. چقدر این جای مربا با مزه است. آره نازنین خریده بود یادت نیست؟ نه نازنین و سورپرایز تولدم. آها یادم اومد. آه سوس هم که باید چیز باشه. این دیگه بکنم خیلی قدیمیه، گذشته تاریخش، بعضی چیزها رو استفاده نمی کنیم، اینجوریه دیگه میمونه میگذره تاریخش. این هم دیگه بکنم خیلی از قبل دارم. یه دقیقه تمیز میکنیم چیزهایی که واقعا فکر میکنید تاریخش گذشته بزنید کنار. این مثلا یه کوچولو ها، ولی چون سوسه اینو استفاده میکنم این باید تموم شد بعد بندازم دور ظرفشو. خب نوع در یخچاله
خدای دوست و ستاره ببینین، دوست من هم سرشبزه هم کدبانوه. آره نه یه یادم اومد که بای تو همه پن حریفی ها. نه بابا محبت داری دیگه، خونه دار کسی باشه دیگه باید به این رو چیزا دقت کن. هی وای من تو اون در ماست. بچه‌ها تو یه جای کار خوب پیش رفتم، ولی چون فندقو باید ببریم دامپزشکی و میترسم که ببنده و از اینجا تا دامپزشکی هم یکم دور زمان میبره دیگه، ما بریم بیایم بعد ادامه کارمو انجام میدم. طبقه‌های فریزر رو در آوردم که ببرم بشورمشون قشنگ، بعد سمت فریزر رو تمیز کنم. اینجا قشنگ تر تمیز شده ببینید، نورانی. و قسمت اون کشوهای پایینم که بهتون گفته بودم حبوباتش رو هنوز جابجا نکردم بچه‌ها، اینجا قشنگ به هم ریخته است. میخوام یه جای دیگه‌ای براشون، البته ماهی اینا رو باید بذارم، ولی بقیه چیزها رو میخوام اگر شد حالا بانکه بگیرم، اگر نه بسته‌بندی کنم بذارم بیرون دیگه، چون زود زود استفاده میکنم. الکی یخچال رو پر کردم، بعد میبینی سبزی تازه وسیله میگیرم توی یخچال تو طبقات میذارم، خیلی شلوغ میشه، حداقل داخل اون قسمت کشویی میذارم دیگه. بریم تا دیر نشده. مادر به قربونت بره، بیا اینجا، بیا پسر قشنگم. بچه چقدر خوب شد که زودتر رفتیم، به خاطر اینکه هم مه بود هم همیشه مطب که کلن شلوغه، ترافیک هم بود دیگه. رفتیم و دکتر گفتش که چطوره امروز، من زدم زیر گریه، انقدر حالم بد شده بود. بعد خود دکترم گلوی فندقو دید، دید زیاد شده، داروشو عوض کرد، مقدار این داروشو زیاد کرد، آمپول زد، دیگه اومدیم. منم دیگه همین که رسیدم یکم بهش غذا دادم، الانم نشستم، این کوچولوه، الانم نشستم یخ فریزر این سمت قشنگ تمیز کردم، طبقاشو شستم، جابجا کردم. دیدم این میوه خشکا هر دفعه میگم مهمون میاد دیگه میوه نمیخوری، من همه رو خشک میکنم. این میوه خشکا دیدم زیاده، حجمش هم گرفته، حجم یخچال، گفتم اینجوری بسته بندیش کنم. خواستیم به این ترکیه یکم با خودمون ببریم تو راه بخوریم، یه علاقه اینجور چیزا رو نخریم. من همیشه مثلا خوشگل میکنم جای مهمونی هم میخوام برم با خودم میبرم، هنر دستمه دیگه، چی میشه. من خدا رو شد تمیز شد، فقط مونده این نمای یخچال که اینم تمیز کنم دیگه تمام. پسر زیبای من بیا اینجا دیگه، مادر مادر اونجا نشستی، بیا اینجا، بیا بیا دومی، نمیدونم سالومه جون تو داری اینو نگاه میکنی، هرچند میدونم اونجا همه جور میوه هست، نمیدونم از اینا دوست داری برات بیارم یا نه. اگر این ویدیو رو زود گذاشتم و دیدی قبل از رفتنم به هم بگو اگر دوست داری برات از این میوه خشکا بیارم. خرمالو خیلی دوست داشتم ولی امسال هر چقدر که خرمالو بود سریع تمومش کردیم خوردیم، بعد یه مقدارم سفت بود، این سفتا میشه این که خیلی چون شیرین نبود خوشمزه اونقدر نیست، ولی حالا دیگه از یه چی بهتر خرمالو هست. گفتم شاید دوست داشته باشید پایان کارم ببینید دیگه، چند ساعت مشغول تمیز کردن یخچال بودم. بچه‌ها کل یخچال داخل بیرون همه رو با الکل تمیز کردم، اون طبقات هم که دیدید در آوردم قشنگ شستم. یه مشکلی که فقط من دارم اینه که چون لاک میزنم هر دفعه ببینید اومدم در رو باز کنم قشنگ لاکم خورده به یخچال، فکر کنم ماشین لباسشویی هم دقیقا همین مشکل رو داره، قشنگ اینجوری رنگی شد و فکرم نکنم که به راحتی بشه پاکش کرد. حالا اگر راهی دارید حتما به من بگید، میترسم اسیتونینا بزنم خرابش کنم.
هرچند که بهتون اینجا نشون داده بودم، گفتم دوباره هم بهتون با حوصله نشون بدم. این از این طبقات، حتی اینجا هم هست. معلوم نیست داشتم چی کار میکردم. خب بدیم در دوم که چیزی هم قشنگ توی یخچال نیست. آدر جان یخچال ما خالیه، یه چیزایی اگر تونستی بخر اگر این ویدیو رو دیدی. پایین ترشی و رب و اینجور چیزا داریم. بعد سیفیجات و این طبقه بیشتر میذارم. اینجا هم یه خالی کردم، میوه خوشگار رو گذاشتم. بریم قسمت فریزر. این هم قسمت فریزر. بستنی ها رو گذاشتم بالا که راحت تر تو دسترس باشه. دیگه بقیه طبقات هم به نسبت اون چیزایی که دارم ردیف وسایلام رو گذاشتم. اینم از این، اینم از این و دیگه تمام. اگر به تمیزگی میخوایی نمره بدید، از 1 تا 10 چه نمره ای میدید؟ باید دوباره دهن تو تمیز کنم. باشه بچه خوبی، باشه باشه. الهی من برات بمیدم. بچه ها عادل اومد. عادل سلام نمی کنی به دوستام؟ درسته تو رو نمیبینن ولی میتونی سلام کنی. سلام کن اگه بود جان. سلام یا عالمه سلام. آره یا عالمه سلام. بچه ها بودی اینجا چی شده؟ دیگه عادل اومد گفت غذا نمیخورم. گفتم خب خدا رو شد دیگه غذا درست نکردم، چایی دم کردم که هم من خودم چایی بخورم خستگیم در بره. همین که فندقی این چشمش به سختی باز میشد امروز، به خاطر همون خیلی ترسیده بودم. دیگه یهو یادم اومد قدیما مامانا وقتی چشمامون باز نمیشد، مثلا آلوده میشد، با سرگل چای، یعنی چایی که دم میکنی اولین بار میخوای بریزی، با اون چشمو تمیز میکردن. امروز دوباره چشم فندقو تمیز کردم، الان دوباره هم چای گذاشتم که با سرگلش تمیز کنم. عادل البته قطره چشمی هم گرفته، این قطره چشمیه با عادل بعد گرفته. اینم حالا میریزم دیگه. الان میخوام ته گلوشو، دکتر گفتش که هر چند باری که میتونی با این محلول تمیزش کن، گفت معجزه میکنه. امیدوارم که همینطور باشه و خیلی سریع نتیجه بگیریم. باید اینجوری اینو خیس کنم، دهن رو میو تمیز کنم. دو میزون ببخشید من زدم خودم دهن باز کنم. بعد دوباره دیگه نمیشه داشت استفاده با برش کرد. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردی. حتما نظرتون رو برام کامنت بذارید در مورد هم سوال اولی که اول ویدیو پرسیدم، اخلاقای خوب و بدتون، و اینکه اگه راه حلی دارین که یخچال رو با چیز دیگه تمیز کنیم حتما بگین. و اون علامت لاکای من که چجوری پاک میشه. برای دومی منم خیلی دعا کنید. میدونم که شما هم مثل من، اونایی که حیوان دارن و حیوان دوست دارن، خیلی نگرانه. براش دعا کنید که زودی فندق خوب بشه. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون. مادر برات بمیره. ببخشید باز کن.